23 روز آذر ماه برابر با 14 دسامبر سال 1178 خورشیدی برابر با 1799 میلادی، در گذشت جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا. جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا در 12 فوریه 1732 میلادی در ایالت ویرجینیای آمریکا به دنیا آمد، در جریان جنگ علیه فرانسویان و بومیان که از سال 1753 میلادی آغاز شده بود، تلاش فراوانی از خود نشان داد و با سیاست‌های استعمارگرانه بریتانیا مخالفت کرد. واشنگتن در سال 1787 میلادی به عنوان رئیس انجمن تهیه قانون اساسی خدمت کرد و در سال بعد به عنوان مظهر استقلال و وحدت ملی به اتفاق آرا به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا نائل آمد. وقتی واشنگتن رئیس جمهور شد، 13 ایالت تحت قلمرو وی قرار داشت و در دوران حکومت او 4 ایالت دیگر از سلطه اروپایی ها بیرون آمد و به خاک آمریکا زمینه شد. جورج واشنگتن در 2 دوره در مقام ریاست جمهوری آمریکا حضور داشت و 2 سال پس از پایان دوران ریاست جمهوری در 14 دسامبر 1799 میلادی در 67 سالگی درگذشت. به احترام و افتخار جورج واشنگتن، پایتخت آمریکا را به نام وی نامگذاری کردند. سال 1368 خورشیدی برابر با 1989 میلادی، در گذشت آندری ساخاروف، فیزیکدان و پدر بمب هسته‌ای شوروی. آندری ساخاروف، فیزیکدان برجسته شوروی و پدر اتم این کشور، در 21 می سال 1921 میلادی در مسکو به دنیا آمد. دوران کودکی او مصادف با یک دوره فقر و قحطی ناشی از دوران نقاهت پس از انقلاب روسیه بود. او تحصیلاتش را در شرایط سخت اقتصادی آغاز کرد و پس از فراغت از تحصیل در رشته استخراج فلزات صنایع دفاعی در یک کارخانه مهمات سازی مشغول به کار شد. ساخاروف به مطالعه تئوری‌های فیزیک علاقه بیشتری داشت و تمایلی به بزرگان مکاتب مارکسیسم و کمونیسم نشان نمی‌داد. با ابتکار ساخاروف در سال 1953 میلادی، اولین بمب هیدروژنی شوروی تولید و آزمایش شد. اما پس از آزمایش‌های پی در پی این سلاح خطرناک و آشکار شدن اثرات مخرب آن بر محیط زیست، انتقادات ساخاروف از دولت شوروی افزایش یافت و او را به یک ناراضی سیاسی تبدیل کرد. او در سال 1975 جایزه صلح نوبل را به دست آورد. ساخاروف که از اختناق، نژاد پرستی و استبداد داخلی کشور و مجموعه سیاست‌های مسکو به طور علنی انتقاد می‌کرد، توسط مقامات حکومتی به شهری واقع در 400 کیلومتری شرق مسکو تبعید شد و مدت 7 سال در تبعید ماند. وی بعدها با روی کار آمدن گورباچوف و ایجاد فضای باز سیاسی در شوروی از تبعید بازگشت. آندری ساخاروف در 14 دسامبر سال 1989 میلادی در سن 68 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت.